تو این دوره برای کلنجار رفتن با داده ها از گوگل داکس استفاده می کنیم که به ما اجازه میده بلا فاصله و بدون نیاز به نصب نرم افزار کار خودمون رو شروع کنیم. چون داده ای که با اون کار می کنیم عمومیه نیازی نیست که نگران باشیم روی کامپیوتر خودمون ذخیره نشده. پس بیایید یک جدول داده درست کنیم و قدم به قدم داده ها رو آپلود کنیم. شما هم همزمان با توضیح ما خودتون این مراحل رو انجام بدید. قبل از هر چیز با تایپ کردن docs.google.com روی مرورگر خودتون گوگل داکس رو باز کنید. بعد به سراغ گوگل شیتس میریم که ابزار جدول داده برای گوگل داکسه. همین که وارد گوگل شیتس شدید میتونید با کلیک روی علامت قرمز مثبت توی گوشه سمت راست پایین صفحه یک جدول داده جدید ایجاد کنید. حالا که یک جدول داده جدید داریم، بیایید مقداری داده توی اون وارد کنیم. میتونیم این کار رو با کلیک روی فایل و بعد ایمپورت انجام بدیم. ما یک مجموعه داده تمرینی داریم که زیر این ویدیو برای شما آماده کردیم. کاری که لازم انجام بدیم، آپلود کردن این داده ها روی جدول داده تازه‌ای که ایجاد کردیم. به سادگی میتونیم اون رو بکشیم و روی این پنجره رو بندازیم. حالا چند گزینه به ما داده میشه که یا یک جدول داده جدید درست کنیم یا یک صفحه جدید باز کنیم یا اینکه جدول داده رو جایگزین کنیم. در این مورد من میخوام که داده های خودم رو به عنوان یک صفحه جدید توی همون جدول داده ای که از قبل داشتیم وارد کنم. حالا میبینید که همه داده ها وارد جدول داده ما شده. یک کار مهم قبل از شروع هر چیزی اینه که یک کپی از این جدول داده بسازید. روی فایل و بعد روی Make a Copy کلیک کنید. من اسم نسخه جدید رو کپی داده های تمرینی میذارم که بدونم دقیقا چیه. و بعد روی اوکی کلیک میکنم. به این ترتیب داده های اولیه شما دست نخورده باقی میمونن و اگه هر مشکلی پیش بیاد همیشه میتونید به نسخه اولیه مراجعه کنید. و حالا میبینید که جدول جدیدی داریم که همون داده های ما روی اون وجود داره.